آیا می دانید در بند 8 از هدف 16 سند 2030 یونسکو که ایران آن را نپذیرفته است در خصوص تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد صحبت شده است؟ برقراری صلح و امنیت بین المللی و ایجاد همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی ترین نیازها و دیرینه ترین آرزوهای بشر است. اما ایجاد صلح و رفاه بین المللی بدون ایجاد نهادهایی که این اهداف را دنبال کنند میسر نخواهد. و یکی از اصلی ترین اهداف تأسیس سازمان ها و مجامع بین المللی همچون سازمان ملل متحد پاسخگویی به نیازهای مختلف کشورها با رعایت استانداردهای جهانی و برقراری صلح و دوستی در روابط بین دولت ها می باشد. شایان ذکر است که تقویت ظرفیت ها و توانمندی کشورها برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره، بهبود عملکرد و مدیریت کشورها، افزایش اشتغال در جوامع، توجه به توسعه پایدار، مدیریت بلایای طبیعی و تسهیل انتقال علوم و فناوری جدید بین کشورها میبایست از اولویت‌های اصلی همکاری کشورهای در حال توسعه با سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه آژانس‌های ملل متحد باشد. بنابراین بر اساس این تعریف و نیز توجه به مزایای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای در حال توسعه می‌بایست شرایط، بستر و مسیر آغاز همکاری‌های خود با این گونه سازمان‌ها را فراهم کرده تا افراد جوامع مختلف در سطح دنیا بتوانند به صورت مساوی و به دور از هر گونه تبعیض از حقوق و امکانات مناسب بهره‌مند شوند. حال آنکه در برخی از کشورها مانند ایران با توجه به وجود لایه‌های امنیتی و کنترل کننده افراطی و نیز گسترش و پیچیدگی روابط با گروه‌ها و دولت‌هایی که درگیر جنگ و نزاع داخلی و خارجی می‌باشند، تمایل و پیگیری جهت حضور در سازمان‌های بین‌المللی و رعایت کنوانسیون‌های جهانی که برای دستیابی به حقوق انسان‌ها تهیه شده است، وجود ندارد. چرا که عضویت در برخی از این سازمان‌ها کشورها را به حضور دیدبان‌های حقوق بشری و دیگر پایشگران بین المللی در کشور و ارائه گزارشات به آنان ملزم می کند. اگرچه ایران جزء اولین کشورهای امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و بیش از 10 کنوانسیون بین المللی سازمان ملل متحد را نیز پذیرفته است، اما با نگاهی به عملکرد دولت مردان هیچ اثری از رعایت حقوق ذاتی و شهروندی دیده نمی شود. با مطالعه اصول 177 گانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بررسی عملکرد مدیران در میابیم که دولت مردان هیچگاه به این اصول هم پایبند نبوده و نیستند. و این سخن در اصل 11 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً بیان شده است که همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد اسلامی قرار دهد و کوشش کند تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. که این نگرش
با خط مشی دیگر کشورها که اساس فعالیت خود را سیاست و دین قرار ندادن همسو نمی باشد. و تفاوت آنها با کشورهایی که حقوق ذاتی و شهروندی انسانها را در اولویت قرار دادن بسیار زیاد است. اما راهکار الزام دولت‌های نظیر دولت جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی چیست؟ با مطالعه تاریخ در می‌یابیم که همواره روشنگری و آشنا کردن مردم جامعه با حقوق ذاتی و شهروندی و نیز آموزش روش صحیح مطالبه‌گری جوامع مختلف توانستند یا دولت و دولت مردان در یک کشور را به عضویت و رعایت قوانین بین المللی مجاب کنند و یا آن دولت را به طور کامل تغییر دهند. پس می توان گفت راه اصلاح و دستیابی به برابری و تحقق رعایت حقوق بشر شناخت حقوق و مطالبه گری آنان می باشد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.